بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. چون آزادی نبود، چون مطبوعات آزاد نبود، چون زندانیان سیاسی داشتیم، تظاهرات البته میشد. وقتی که 1,000,000 آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون نیامد. ولی 15 نفر دیروز این کار را انجام، پریروز این کار را انجام دادند. اینا مأموریت دارند که ایران را به نابودی ببرند. خب میبرند دیگه. ولی من میستم که این کار نشه. فضای جدیدی که به وجود آمده فضای بیداری است. حتی نسلی که من اسمشون از انقلاب گذاشتم، با همه اصراری که در ماندن در گذشتش دارد، ولی بیدار شده است بر آنچه که کرده است و این پیشرفت بزرگی است. اگر هم نمیشد دیگه حقیقتا میبایست از بابت بیناییشون ما به تردید میفتدیم. و کیهان در صفحه اول این مطلب رو نوشت که کارنامه هویدا مردود است، ولی در پای این کارنامه مهر رضایت شاه دیده می شود. شاه رفت. روزنامه اطلاعات سه‌شنبه 26 دی ماه را دوباره در تهران منتشر کردند. 3 سال پیش در چنین روزی در آستانه انقلاب شاه رفت. تیتر روزنامه از تابلوی یک مغازه خاربار فروشی هم درشت‌تر بود. آن روز اکثر قریب به اتفاق مردم، از جمله خیلی از سلطنت طلبان امروزی، منتظر چنین تیتری بودند. اما امروز دوباره به این روزنامه نگاه می‌کنیم. شاه رفت. چند روز بعد از این روزنامه دیگه‌ای از تهران به دستمون میرسه که به همون درشتی نوشته امام آمد. خب آن روزها ما خیال می‌کردیم انقلاب یعنی همین دو تا تیتر. شاه رفت، امام آمد، سار از درخت پرید، آش سرد شد. باری امام آمد و ساواک کارش را شروع کرد. سانسور مطبوعات برقرار شد و زندانیان سیاسی به زندانها برگردانده شدند. 3 سال گذشت. ساواک در پوشش اسلامی و با نام ساواما همه جا حضور یافت. مطبوعات چنان از بین رفت که نیازی به سانسور باقی نماند و زندانیان سیاسی دست دسته به جوخه اعدام سپرده شدند تا برای زندانیان تازه جا باشه. شاه رفت، امام آمد، سار از درخت پرید، آش سرد شد. حالا بعد از 3 سال میفهمیم که شاه رفت انقلاب نبود. امام آمد هم انقلاب نبود، بلکه ضد انقلاب بود. پس تیتر اصلی انقلاب چیه؟ شاه برگشته، امام رفته. نه جونم، انقلاب یه تیتر دیگه ای داره، اونم نه به این درشتی. این تیتر هم فقط 2 کلمه است و 3 سال بعدش اگه دوباره روزنامه رو بخونی شاید مثل امروز خندت نگیره یا از خودت هم خجالت نکشی، چون این خبر خیلی داغه. نه شاه رفته، نه امام اومد، نه امام رفته. تیتر اینه: ملت برخاست. اگه روزنامه‌ای با این تیتر به دستتون رسید، به خودتون ببالید، انقلاب رو باور کنید و برای سازندگی آماده بشید. گل شد وقت گاچیدن، خوش بود روی گل چهره پوسیدن. با درود، 35 سالگرد وقایع منجر به انقلاب ایران را سپری می‌کنیم. 35 سال پیش من خود نیز شاهد دگرگونی تاریخ ایران بودم. شاید چیزی بیش از 2,000 عکس از رخدادهای خیابانی آن روزها تهیه کردم. امروز که به آنها نگاه میکنیم فقط از همپاشیدگی و تخریب و آتش زدن و سد معبر درست کردن در خیابانها را میبینیم. اما سؤال چه باید بشود و چه در پیش است وجود نداشت. میدانید چرا؟ برای اینکه این سؤالها از قبل پاسخ داده شده بود. نوید حکومت عدل الهی و آزادی از استبداد شاهی و تعلق ثروت کشور به ملت ایران، خانه مجانی، آب و برق مجانی که تازه آیت الله گفته بود به اینها رضایت ندهید، ما منزلت انسانی شما را بالا میبریم که در آن روزها از قرار از ما گرفته شده بود. بله، من خود شاهد این دگرگونی تاریخی بودم.
حالا شاید بپرسید که کی متوجه این فریب تاریخی شدی؟ به یقین 5-6 روز پس از 22 بهمن، روزی که تصاویر تیرباران سران ارتش و سران رژیم گذشته در نشریات داخلی چاپ گردید. به هر حال با شناختی که از دگرگونی در کشورهای اروپایی و جهان داشتم، خشونت از راه رسیده و آخوند مرتجع و بی سر و پای مانند خلخالی را حاکم بر جان و ملت ایران دیدن، اصولاً هر انسانی را به سر عقل می آورد. این امر برای بعضی ها چند روز و برای بعضی ها چند سال به طول انجامید، ولی من یک ماه و نیم پس از انقلاب، یعنی به محض اینکه خروج از کشور آزاد شد، کشور را ترک کردم. علت اصلیم این بود که می دانستم نمی توانم در آن موقعیت شاهد این نابسامانی باشم و سکوت اختیار کنم، کاری که ادعی کردن و جانشان را در این راه گذاشتن. فکر می کنم هر کس با دانش بر توان خودش تصمیم های مهم زندگی را اتخاذ می کند، که من هم تشخیصم بر آغاز کوچ از وطنم بود. به هر حال برای همه ایرانیان این دید و برداشت به نحوی کاملا متفاوت اتفاق افتاده است. بله، در چهارمین هفته نخست وزیر شادروان دکتر بختیار، حرف از آمدن خمینی به ایران بود. امروز پس از 35 سال می دانیم که پشت پرده چه توافقهای انجام گرفت و چگونه تماس مستقیم بین گروه خمینی و آمریکا برقرار گردید و آقای حوزر مأموریت خونسا شدن ارتش را به راحتی انجام داده بود تا راه باز شود، وگرنه ارتش حداقل مانند امروز مصر از نابود شدن کشور جلوگیری میکرد. خمینی را راهی ایران کردند تا شیر نفت ارزان باز و وارد بازار شود و خمینی مقابل کمونیست ها بایستد. در آن روزهای بحرانی، بختیار یگان مرد میدان مبارزه با تهجر و ویرانی کشور بود. مصاحبه ما برای فیلمی مستند و ثبت در تاریخ است. 24 روز از نخست وزیری شما می گذرد، اما شاه از ایران رفته. آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه های کشور بسته است. ارتش 2 روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می بینید؟ مسئله یکی نیست، این سوال شما چندین سوالیه. اولا لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه ای نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه. ولی همونطور که گفتم، آیت الله اگر موافقین زیادی داره، مخالفینی هم داره در مملکت و بنده از ایشون خواستم که یه فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط باشیم. معاذ، هر وقت خواستن بیان میتوانن تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. من یک برنامه‌ای را اجرا کردم که خود آیت الله اینقدر انتظار نداشت در یه مدتی به این کوتاهی که شما اشاره کردید. چه از من میخوانم؟ هیچ. فقط به فقط مسائلی که جناب عالی فرمودید، این کشتار 2 روزه به تمام معنا همونطوری که دیروز گفتم گناهش کردن اون مردمی است که تحریک میکنه. چرا؟ چون آزادی نبود، چون مطبوعات آزاد نبود، چون زندانیان سیاسی داشتیم، تظاهرات البته میشد. وقتی که 1 میلیون آدم روز 3 روز پیش از اینجا گذشت، خون از دماغ کسی بیرون نیامد. ولی 15 نفر دیروز این کار را انجام، پریروز این کار را انجام دادند. اینا مأموریت دارند که ایران را به نابودی ببرند. خب میبرند دیگه. ولی من میایستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه که هر کس در مملکت هر چه خواست بگه، این دموکراسی است. ولی وقتی که هر چه خواست بکنه، این دیگه آنارشیسم هم نیست. هیچ مملکتی قبول نخواهد کرد. وقتی که ستاد ژاندارمری شما محاصره میکنید، ژاندارم وظیفه داره از خودش دفاع کنه، از اسلحه‌اش دفاع بکنه. این مملکت جمهوری باشه، اسلامی، دموکراتیک، چه میدونه، سلطنتی باشه، مستبد باشه، فاشیست باشه، این مسائل مسائل بنیادی است. هیچ کسی نمیتونه اینا رو قبول کنه.
از این جهت آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنم، اون امری سلاحتی، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه بیدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آن مشکلات. به هر حال دکتر بختیار خیلی متمدنانه و سیاستمدارانه با مسائل برخورد میکرد، در حالی که همه صحنه را ترک کرده بودند و هیچ کس به یاری او نمی آمد. اما این وقایع چشم ملت ایران را نیز طی این 35 سال باز کرد. شکی در آن نیست که چشم انداز آینده ایران کاملا روشن و امیدوار کننده است. رجوع می کنیم به بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان و به منزل دکتر داریوش و همایون می رویم که متاسفانه هم او و هم همسرش هما زاهدی دیگر در قید حیات نیستند. فضای جدیدی که وجود آمده فضای بیداری است. حتی نسلی که من اسمش را سر انقلاب گذاشتم با همه اصراری که در ماندن در گذشتش دارد، ولی بیدار شده است بر آنچه که کرده است و این پیشرفت بزرگی است. اگر هم نمیشد دیگه حقیقتا میبایست از بابت بیناییشون ما به تردید بیفتدیم، ولی سهم اون نسل هر روز کمتر می شود. این است که من زیاد روی اون دیگه حساب نمی کنم. چه دلیل سهمش کمتر می شود؟ هم شمارشون کمتر می شود، چون به هر حال روزگار می گذارد بر انسان و انسان رو از بین می برد، و هم تأثیرشون برای اینکه روی گذشته موندن. اونهایی از این نسل و کم نیستن که توانستن از گذشتهشون بیرون بیایند، بیشترین اثر رو ما می بینیم که داشتن در خود ایران هم. و اون چه که عرض کردم که از بیرون بیشتر رفته است به درون، در دست همینا بوده است. این چون تجربه‌ای که این گروه دارد بی نظیر است، هیچ گروه سنی دیگری در ایران چنین تجربه‌ای نکرده است. این گروه سنی 50 به بالا بگویم، اینا بهترین دوره پیش از انقلاب رو زیستند با دسترسی به تقریبا همه چیز غیر از یه زمینه های محدودی، و اون زمینه ها هم به محض اینکه میتونستن به اروپا برن که مفصل میرفتن به اروپا و امریکا و 100,000-200,000 دانشجو برداشتن، اون هم اونجا جبران میکرد و بعد در انقلاب شرکت کردند و این بلاها سرشون آمده است. بعد در دوران انقلاب اون هزینه های سنگین رو سیاسی ترینشون پرداخت کردند و همینطور دمادم میوه های زهرآگین این انقلاب رو دارن میچشن. اینا تجربه بی‌نظیر پیدا کردن و چون عده خیلی زیادشون یا به بیرون آمدند و سالها در بیرون زندگی، یا اگر در ایران هستن ارتباط با بیرون دارند از نظر فرهنگی، آدم های درس خونده هستن، زبان بلدن، اینا توانستند یک زمینه فرهنگی برای سیاست سالم آینده ایران فراهم بکنن. یعنی ما از نظر تئوریک مشکلی نداریم، در گذشته داشتیم، در گذشته دچار سوء تفاهم بودیم درباره دموکراسی آزادی، همون صحبتی که ما کردیم. این سوء تفاهم برطرف شده است. وقتی انسان با گیدنز و گیلدر و پوپر سر و کار پیدا میکند، دیگر اون شعارها و کلیشه‌ها براش معنی ندارد و تکرار پذیر نیست. در نتیجه ما مشکل تئوریک رو توانستیم در این مدت حل بکنیم، مشکل تئوریک آزادی و دموکراسی، ارتباطش رو با
توسعه پیدا کردیم، برقرار کردیم. فراموش نکنید که از دوره مشروطه تا پایان محمد رضا شاه تا مدت‌ها پس از اون آزادی و توسعه دو تا مقوله بود، دشمن هم. یا شما آزادی خواه بودید یا طرفدار ترقی و توسعه بودید و همدیگر محکوم میکردن این دو اردو. این برطرف شده است. خیلی خیلی مهمه به نظر من در تحول آینده ایران که ما فهمیدیم که این یک فراینده است. اینطور نیست که یک کشو این ور باشد، یک کشو اون ور باشد، اون کار خودشو بکند، این کار خودشو بکند، هر چی خواهید تو اون بذارین. بعد نیست، این یک اندام زنده است، اندامواره زنده است، دائما با هم در اندرکنش، در اینتراکشن، و هر دو رو باید در نظر گرفت و این کارها داره میشود. حالا خود توسعه البته در دوره حکومت اسلامی عقب رفته است، خیلی آسیب دیده است، امکانات مادی جامعه ما بسیار پس رفته است، ولی اقلن اهمیت شما بالاخره بعد از 100 سال فهمیدیم. یعنی روشنترین لایه‌های اجتماعی فهمیدن که اولویت با توسعه است، اولویت با پیشبرد جامعه و مردم است. دموکراسی باید خواهد آمد، دموکراسی نمی‌شود مقدم باشد، اینو باید فراموش کرد. نبوده است، هیچ جا نبوده است. انگلستان اول دموکراسی نشد، بعد نمیدونم شامول بیاد فرض کنید، نمیدونم بیاد پادشاهان قرن 17 انگلستان بیان حق الهی پادشاهان. از این مراحل گذشت، بعد دموکراسی شد. من یه آشنایی تازگی پیدا کردم با کارهای ترولوپ. ترولوپ یک رمان‌نویس انگلیسی بود در نیمه آخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و رمان‌هایی که نوشته آینه انگلستان اون زمانه، سیاسی و اجتماعی. و شما تو این رمان ها میبینید که چی این جامعه رو مهیا کرد برای دموکراسی که سرمشق جهان است. چون تمام مفاسدی که شما در سیاست ایران امروز 30 سال پیش میتوانید بشمارید در انگلستان و در بریتانیای اون زمان بود. فساد، قوم خویشبازی، زورگویی، همه چیز. ولی یک چیز هم که اشاره کردم، یه چیز حکومتگران می توانستند کنار برند و حاضر بودند و این تمام قضیه رو عوض می‌کرد. برای اینکه شما وقتی آماده باشید کنار برید با این بخت که دوباره برگردید، با طرف مقابلتون زندگی می‌کنید، از بین نمی‌بریدش. فردا سهم شماست، امروز سهم اونه، دیروز سهم شما بود. حالا غیر از تفاوت‌های دیگری که با وضع ما دارد، ولی خیلی این بر من تکان دهنده بود که چه اهمیتی دارد همین قضیه که انسان قدرت چگونه نگاه می‌کند. و همین دلیل مثلا این نظر رو پیش کشیدم چندی پیش که ما به عنوان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بهتر از قدرت رو فراموش کنیم، اول سیاست رو بسازیم. و این کاریست که باید بکنیم و داریم می‌کنیم. اگر ما سیاست رو بسازیم، یعنی سالمش بکنیم، وقتی قدرت در دسترس قرار گرفت، الان اگرم از قدرت دست برداریم، چیزی رو از چیزی نیست که دست برداریم، چیزی نه. حالا خیال میکنن که مثلا اگر یکی بگوید قدرت نمیخواهم، این خودکشی یاد از سیاسی. حالا اونی که قدرت میخواهد به کجا رسه، چیزی از دست ندیم. ولی منظور اینه که تفکر رو اصلا باید برداشت. حالا در داخل ایران البته این درست نیست، باید دنبال قدرت برن، باید اینا رو بردارن، ما هم باید اینا رو برداریم، ولی نه برای این که حالا به قدرت برسیم. اونم از لس آنجلس شما یا از ژنو من اول کوتاه بکنم. مسئله عمده این است که ما مشکلات نظری خودمون رو بالاخره در این 30 سال توانستیم حل بکنیم و از اینجا دیگه میشه پیش رفت. اگر این مشکل سیاسی که در برابر ماست این رو برداریم از پیش پا، جامعه ایرانی دچار انحرافات این 50-60 سال گذشته نخواهد شد. از بعد از رضا شاه ما به کجراه افتادیم سراسر. رضا شاه راه درست داشت میرفت، رضا شاه داشت زیر ساختا رو میساخت و پس از او و حتی اکثر حالا تا نیمه مثلا پادشاهی پسرش تمام شده بود این کار و ما میتوانستیم، یعنی اون طبقه متوسطی که تشکیل شده بود کارش رو بکنه. اگر خارجگی نبود و اگر اشغال نبود، البته همین حرفا.
حالا این فرصت ها تمام شده است، ولی از این به بعد اگر ما مشکل سیاسیمون حل بشود مشکل عمده ای نخواهیم داشت. این بزرگترین امیدواری ما باید باشه. همانطور که قبلا اشاره کرده بودم، در روزهای بحرانی دو تن در مجلس شورای ملی علم مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه را استوار نگاه داشته بودند و این در روزهایی بود که بختیار نخست وزیر بود و دیگر شما استبدادی را شاهد نبودید. من توانستم این دو تن را پس از فرار از کشور بازیابم و پای صحبتشان بنشینم، محسن پزشکپور و احمد بنی احمد. البته آقای بنی احمد در پاریس تمام وقت از این دیدار شانه خالی میکرد، اما بالاخره توانستم در جنوب فرانسه در شهر کان از ایشان بخواهم که مقابل دوربین بنشیند و پاسخگوی اقداماتش در زمان دگرگونی رژیم گذشته باشد. آقای بنی احمد، من به عنوان یک ایرانی که عاشق وطن خودم بودم در روزهای واپسین رژیم گذشته شاهد برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جریاناتی که در مجلس شورای ملی میگذشت بودم. خاطرم است که بیشتر شما و آقای پزشکپور و احیانا یکی دو نفر رو میدیدیم که بیش از دیگران فعالیت میکردید یا با خیلی از مسائل مخالفت میکردید. ممکن میفهمید که این چگونه بود که فقط شما دو سه تن این کار رو انجام میدادید؟ آیا دیگران قادر نبودند یا مسائلی پشت این جریان بود؟ این رو از ما نباید بپرسید، این رو از آقایونی باید بپرسید که نقش نمایندگی خودشون رو به دلایلی نمیخواستن یا نمیتوانستن اجرا کنن. اما مهمترین مسئله اینه که ماهای آخر انقلاب نبود که ما یک سلسله مبارزه پارلمانی را شروع کرده بودیم. اگر اشتباه نکنم نه در سال اول نمایندگی مجلس، بلکه در همون روزهای اول آخرین مجلس شورای ملی، دوره مجلس شورای ملی، ما مبارزه رو به خاطر یک سیستم آزاد که بتونه مردم رو در تصمیم گیری های خودش شرکت بده و جامعه رو از یک نیرو و انرژی مهار شده سیراب بکنه کوشش خودمون رو شروع کردیم. و من هیچ یادم نمیره اولین بار و شاید دو هفته ای از عمر مجلس نمیگذشت که من در برنامه دولت آقای هویدا صحبت کردم و چند نفر دیگری صحبت کردیم که از همونجا به باور آقایونی که در همون روزهای اول در مجلس ما به هم رسیدیم، مرحوم دکتر عاملی تهرانی یا آقای پزشکپور که شما نام بردید، که هدف ما بدون این که مناسبات شخصی با هم داشته باشیم واقعا اجرای نقش پارلمانی خودمون بود. و در همونجا من یادم درست در برنامه دولت آقای هویدا، چون تابلوی موافق و مخالف رو از صحن مجلس برداشته بودم، ما جزو کسانی که ملاحظاتی دارن ثبت نام کرده بودیم و من اونجا یک عبارتی رو گفتم که در همون روز تیتر اول روزنامه کیهان اطلاعات بود و کیهان در صفحه اول این مطلب رو نوشت که کارنامه هویدا مردود است، ولی در پای این کارنامه مهر رضایت شاه دیده می شود. و من این عبارت رو دقیقا در مجلس گفتم، گفتم این کارنامه ای را که از آقای نخست وزیر بعد از سالها حکومت در ایران الان مجدداً مأمور تشکیل کابینه شدن و برنامه‌ای که به مجلس معرفی کردن، در این برنامه و گذشته این دولت ما تمام نمرات رو به صورت مردودی و با یک کارنامه‌ای که از نظر اجتماعی قابل قبول نیست می‌بینیم، ولی متاسفانه زیر این کارنامه مهر رضایت اعلیحضرت خورده است.
و این در اون روز و در اون زمان شاید اولین صدای مخالفت و بزرگترین نوع از مخالفت پارلمانی بعد از 25-24 سال و سالها سکوت بود. و این همونطور تا ماهای آخر به اصطلاح انقلاب که شما از اون به عنوان سرآغاز فعالیت پارلمانی یا مخالفت‌های ما یا برنامه‌های همکاران اسم بردید ادامه داشت، منتها در یک فضای بسته بود، در یک فضایی بود که صدای ما و گفته‌های ما از اون چهار دیواری بیرون نمی‌رفت. و این سوالی رو که شما به این ترتیب مطرح کردید بارها و بارها من به نوع دیگری به شکل انتقاد شنیدم که شما قبل از اون چند ماه کجا بودید؟ و عبارتی به یادم اومد از خروشچف در کنگره بیستم که وقتی استالین رو محکوم کرد، یکی از شرکت کنندگان در کنگره با صدای بلند پرسید که رفیق خروشچف، این حرفا را که شما میزنید اون موقع در کجا بودید؟ و خروشچف سخنرانی خودش قطع کرد، گفت کی بود که این سوال رو مطرح کرد؟ و هیچ کس جواب نداد. وقتی سه بار تکرار کرد و جوابی نگرفت که گوینده حرف کی بود، گفت رفیق من همون جا قرار داشتم که تو الان قرار داری، ولی من و یا آقایون دیگه که به تعداد دو یا سه نفر بیشتر نبودم واقعا در اونجا نبودیم که حتی برخی از انتقاد کنندگان که در خانه هایشون فقط نق می زدن بودن. ما در جای خودمون و در پایگاه خودمون و در موزه خودمون بودیم، منتها عرض کردم به زعم دولت مستعجل آقای شریف مامی فضای باز سیاسی نبود که تا مردم بدونن در داخل پارلمان. اما برای تنوع بد نیست بدانید روز سیوم دی ماه مصادف است با فوت هایده، خواننده خوش صدای ما در خارج از کشور. درست 33 سال پیش بود که ما استودیو جدید تلویزیون ایرانیان را با او نیز افتتاح کردیم. یادش گرامی. شما امروز شاهد اولین ضبط تلویزیونی در استودیو شماره 2 تلویزیون ایرانیان خواهید بود. بینندگان عزیز، ضمن تقدیم عرض سلام، خوشحالم که این برنامه در استودیوی جدید تلویزیون ایرانیان تهیه و ضبط میشه. استودیویی که با تجهیزات فنی متعلق به خودش کارش رو ادامه میده. من این موفقیت رو به تهیه کننده و کارکنان این برنامه تبریک میگم. اجازه میخوام از حضورتون دوستان عزیزی که در این برنامه با من همکاری میکنند حضورتون معرفی بشن. آقایان کاظم رزازان نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده زر. Thank you.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. تا هفته آینده. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.